سرخط خبرها و مهمترین ها. طالبان در سال 2023 دو برابر سال گذشته از روسیه سوخت وارد کرده است. وزیر اطلاعات بلوچستان: دادن هشدار به طالبان کافی نیست، امریکا پایگاه پهپادی ایجاد کند. امیرخان متقی و سرپرست سفارت ایتالیا در مورد اخراج مهاجران از پاکستان گفتگو کردند. و اولین خبر نیروبخش و آرامبخش پس از سالها انتظار. مشروع خبرها: طبق اطلاعات صنعتی، طالبان از جنوری تا نوامبر 2023 بیش از 176 تن گاز مایع وارد کرده که دو برابر سال قبل آن است. روسیه حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته، اما از اولین کشورهایی است که پس از بازگشت این گروه به قدرت با آن قراردادهای تجاری امضا کرد. سال گذشته پس از آن که مسکو و حکومت طالبان تخفیف برای میانگین قیمت جهانی کالاها پیشنهاد کرد، این گروه با روسیه قرارداد برای تامین بنزین، دیزل، گاز و گندم امضا کرد. بستن این قرارداد اولین معامله بزرگ اقتصادی شناخته شده ای بود که طالبان از زمان بازگشت به قدرت در سال 2021 امضا کردند. رویترز گزارش داد که بر اساس داده‌های صنعتی، عرضه گاز مایع روسیه از طریق راه آهن به افغانستان در ماه‌های جنوری تا نوامبر از 176 هزار تن فراتر رفته که بیش از دو برابر واردات در مدت مشابه در سال 2022 است. وزیر اطلاعات بلوچستان: دادن هشدار به طالبان کافی نیست، امریکا پایگاه پهپادی ایجاد کند. وزیر اطلاعات ایالت بلوچستان پیشنهاد کرد که امریکا برای هدف قرار دادن پناهگاه‌های شبه نظامیان در افغانستان پایگاه‌های پهپادی ایجاد کند. جان اچکزای در شبکه اکس نوشت که دادن هشدار به طالبان کافی نیست، امریکا باید اقدامات سرگیرانه‌تر روی دست گیرد. این مقام ایالت بلوچستان مشخص نکرده است که پایگاه پهپادی امریکا در کجا باید ایجاد شود. جان اچکزای این پیشنهاد را یک روز پس از حمله انتحاری مکبار در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان در صفحه کاربری خود در شبکه اکس مطرح کرده است. امیرخان متقی و سرپرست سفارت ایتالیا در مورد اخراج مهاجران از پاکستان گفتگو کرد. وزارت خارجه طالبان از دیدار امیرخان متقی سرپرست این وزارت با ناتالیا کوینتاول سرپرست سفارت ایتالیا در کابل خبر داده است. حافظ ضیا احمد تاکل معاون سخنگوی وزارت امور خارجه طالبان در صفحه اکس نوشته است که متقی و کوینتاول در مورد اخراج اجباری شهروندان افغانستان از پاکستان گفتگو کرده است. جبهه آزادی افغانستان در صفحه رسمی تویتر خود گزارش می‌دهد: 5 کشته و زخمی طالبان در سمنگان. شام روز گذشته مورخ 21 قوس 1402 چریکی‌های جبهه آزادی افغانستان بالای قرارگاه حوزه اول امنیتی در شهرک ایبک مرکز ولایت سمنگان حمله کردند که در نتیجه آن 3 طالب اشغالگر کشته و 2 تن از ملیشه‌های این گروه جنایتکار زخم برداشتند. طالبان در مورد چیزی نمی‌گوید. این در حالی است که جبهه مقاومت ملی افغانستان بر قرارگاه دشمن در ساحه گندلبوک از مربوطات شهرستان نورگرام ولایت نورستان حمله کردند که در نتیجه آن 2 طالب به هلاکت رسید و 4 تروریست دیگرش زخمی شد. در این عملیات به نیروهای جبهه مقاومت ملی آسیب نرسیده است. از طرف نیروهای جبهه مقاومت ملی شب گذشته در خانه حاجی جیلانی، یکی از سردسته های گروه تروریستی طالبان در مربوطات ولسوالی شکردره ولایت کابل مورد حمله قرار دادند که در نتیجه آن نامبرده با محافظش کشته شد. جیلانی باشنده ولایت المند بود و در فرماندهی پلیس کابل وظیفه داشت. نیروهای جبهه مقاومت ملی عملیات های هدفمند خود را به هدف نابودی و آزادی مردم و کشور از شر این گروه در مناطق مختلف کشور تداعی و اجرا می کند. طالبان در مورد چیزی نمی گویند. نماینده مجلس کانادا: طالبان با تفسیر ظالمانه از دین زنان و اقلیت‌ها را به حاشیه راندند. چاندرا آریا گفت که جامعه هزاره‌ها در افغانستان در معرض حمله‌های تروریستی هدفمند قرار دارند. چاندرا آریا نماینده مجلس کانادا میگوید که طالبان با تفسیر ظالمانه از قوانین شریعت زنان را در افغانستان به طور ساختارمند به شهروندان درجه دوم تنزل داده و اقلیت‌های قومی و مذهبی را در آن کشور به حاشیه راندند. چاندرا در پارلمان کانادا سخنرانی میکرد، تاکید کرد که این تبعیض جنسیتی آشکار گروه طالبان نقض حقوق بشری و قبگرد از قوانین بین المللی و کرامت انسانی است. این عضو پارلمان کانادا تاکید کرد که رژیم این گروه بر اساس سرکوب اقلیت‌ها سازماندهی شده است و اقلیت‌های قومی و مذهبی در افغانستان با آزار، اذیت، هدفمند تبعیض و حمله‌های وحشیانه طالبان روبرو هستند.
چانداری آریا حین گزارش کمیته عدالت و حقوق بشر مجلس نمایندگان کانادا در مورد رژیم طالبان و حقوق بشر، وضع حقوق بشر در افغانستان و به ویژه وضع زنان و دختران افغان و وضع اقلیت‌های قومی به ویژه جامعه هزاره‌ها را اسفبار توصیف کرد. این عضو حزب حاکم لیبرال گفت از زمان تسلط این گروه دست کم 19 حمله بزرگ به اماکن مذهبی، وسایل حمل و نقل عمومی، مراکز آموزشی و باشگاه‌های ورزشی مربوط به هزاره ها صورت گرفته که باعث کشته شدن دست کم 1025 نفر از هزاره ها شده است. با گفته این قانونگذار کانادایی، حمله های هدفمند به هزاره ها باعث ایجاد ترس و وحشت در میان این جامعه شده است، اما هنوز هیچ تحقیقی در مورد این حمله ها و عاملان آنها نشده است. آریا افزوده که حفاظت از حیثیت و امنیت جامعه هزاره ها موضوعی فقط مربوط به افغانستان نیست، بلکه فراخوان جهانی برای تامین عدالت و حقوق بشر برای همه اقلیت های آسیب پذیر است. شکنجه و بازداشت و کشتار نیروهای پیشین افغان از موارد دیگر بود که چاندراریا در سخنرانیش در پارلمان کانادا به آن اشاره کرد و خاطر نشان کرد که طالبان به دلیل بی‌توجهی به همه قوانین از جمله قوانین حقوق بشر به تعدید شکنجه نیروهای حکومت پیشین ادامه دادند. او گفت افرادی که زندگیشان را وقف خدمت به میهن و ملت خودشان کردند، اکنون به خاطر همین خدمت مورد شکنجه و ظلم قرار می‌گیرند. عضو مجلس نمایندگان کانادا هشدار داد که بر رسمیت شناختن طالبان و هر نوع عادی‌سازی روابط دولت کانادا با طالبان، خیانت این کشور به تعهد حفاظت از حقوق بشر در سراسر جهان خواهد بود و پیام به چنین رژیم‌های در سراسر جهان خواهد داد که خطرناک است. پس از 2 سال حاکمیت این گروه در افغانستان، هنوز هیچ کشور حکومت این گروه را بر رسمیت نشناخته است، اما بیشتر کشورها با این گروه در ارتباطند. گزارش یونما: تنها 11% از زنان افغان در تصمیم گیری هایشان آزادند. سازمان ملل خاطر نشان کرد در بهبوی درگیری های شدید در سراسر جهان، نباید زنان و دختران افغان را از یاد برد. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان با انتشار گزارش اعلام کرد که طالبان با وضع محدودیت های سختگیرانه بر زندگی زنان افغان تاثیر به شدت منفی گذاشتند و تنها 11% از آنان این کشور گفتند که در تصمیم گیری هایشان استقلال دارند. در گزارش یونما منتشر شده، با آثار مخرب فرمانهای سختگیرانه رژیم طالبان بر زنان افغانستان پرداخته و موارد را برشمرده که زندگی زنان افغان را زیر و بر کرده است. بر اساس این گزارش، ممنوعیت تحصیل دختران بالاتر از صنف ششم، محدودیت کار زنان به ویژه در سطح ملی و سازمانهای غیر دولتی بین المللی و سازمان ملل، منع کار زنان در ادارات دولتی و ممنوعیت آزادی تردد زنان، از جمله محدودیت هایی هستند که بیشترین تاثیر را بر زندگی زنان در افغانستان داشته است.